سلام، اجرای حرکت ددلیفت رو می‌خوایم با هم دیگه بررسی کنیم. حرکت ددلیفت به 2 الی 3 نوع مدل مختلف قابل اجراست. رومانیان ددلیفت یا ددلیفت رومانیایی، سومو ددلیفت و یک مدل هم که ورژن کلاسیکشه. توی این ویدیو می‌خوایم با هم دیگه ورژن کلاسیکش رو بررسی کنیم. اول از همه باید بگم که این حرکت یک حرکت چند مفصل است که تقریبا میشه گفت از مچ پا تا بالای عضلات پشت رو این حرکت درگیر میکنه و به واسطه همین که چند مفصل است، بسیار حرکت پیچیده برای اجرا. بنابراین شاید خیلی از افرادی که مبتدیان یا افرادی که تازه این حرکت رو شروع میکنن توی چند دفعه اولش یه مقدار دچار چالش بشن. همونطور که خب از اسمش پیداست، لیفت مرده، یک میله هالتری عموما روی زمینه. البته این حرکت رو با دمبل هم میشه اجرا کرد، ولی خب فرم کلاسیکش با هالتره. در حالت استاندارد برای اینکه ما بخوایم اجرا کنیم حالت کلاسیکش رو، چند تا نکته رو باید خیلی رعایت کنیم. اولین نکتهش اینه که ستون و مهره هامون باید تو شرایط نرمال و طبیعی خودش باشه، چون حرکت بسیار حرکت خطرناکی میتونه باشه و اگر بخوایم کوچیکترین لغزشی بکنیم، خدای نکرده ضریب آسیب برای دیسک گردن یا دیسک کمر رو میتونیم داشته باشیم. پس پاها به اندازه عرض لگن و اینکه زمانی که میخوایم حرکت رو شروع کنیم باید بشینیم. خیلی از ورزشکارا زمانی که میخوان حرکت رو شروع کنن به اشتباه تا یه حدی میشینن و بقیه رو با کمرشون گوز میشن، که این حرکت خیلی میتونه خطرناک باشه. پس اولین حالتش اینه که به سمت عقب میشینیم. زمانی که تقریبا به 90 درجه رسیدیم، حالا دستامون میاد سمت هالتر همونطور که میبینید و با گیرش دست، حالا اینکه نیرو از کجا وارد بشه، یعنی که آقا من نیرو رو کمرم بکنم، با پاهام بکنم، با کجا باید نیرو رو وارد کنم زمانی که میخوام این وزنم رو به سمت بالا بیارم، بهترین حالتش اینه همزمان تمام اهرم ها با هم دیگه کار کنه. یعنی زمانی که میله هالتر رو میخواییم بیاریم بالا، کمر، عمل اکستنشن و همچنین زانوهامون هم باید عمل اکستنشن رو انجام بده و باز شه، لگن میاد به سمت جلو. زمانی که این همه مفصل رو به درستی بتونیم با هم دیگه فراخوان کنیم و انقباض بدیم، حرکت ددلیفت رو میتونیم به نحو احسن انجام بدیم. توی این حرکت برای اجرایش واسه مبتدیا جنبش پذیری یا موبیلیتی مچ پا خیلی مهمه. بعضیا واقعا جنبش پذیریشون کمه و زمانی که میخوان این حرکت رو انجام بدن کف پاشون از زمین جدا میشه. پس حتما حرکاتی رو انجام بدید که موبیلیتی یا جنبش پذیری مچ پاتون رو بالا ببره. پس با هم دیگه حرکت رو انجام میدیم، پشت بار یا همون هالترمون میشینیم، خم میشیم. حالا با جهت فلش که دارم بهت نشون میدم، میله هالتر میاد بالا، دوباره میریم پایین، حالا میتونه بخوره به زمین، میتونم نخوره، میایم بالا. یه نکته ای که هستش، ورزشکارا زمانی که میان بالا هایپر اکستنشن انجام، یعنی بیش از حد تنشون رو میبرن به سمت عقب، که چنین چیزی واقعا نیاز نیست. سر و ستون و مهره تو یک راستا، یعنی سرمون بالا نمیاد، حرکت رو اجرا میکنیم. ممنون که با من همراه بودی، امیدوارم که این ویدیو تونسته باشه کمکت کنه که بتونی حرکت ددلیفت رو به درستی اجرا کنی.